بسم الله الرحمن الرحيم. در درس روز گذشته ما در مینوی فایل کمانده مهم و اساسی را گپ زدیم، چه قسم از یک کمپانی بکاپ میگیریم، چه قسم یک بکاپ ریستور میکنیم، چه قسم یک لیست امپورت میکنیم، اول او را اکسپورت میکنیم باز امپورت میکنیم، اگر چارت اف اکاونت باشه دیگه چیزا باشه، و سویچ تو ملتی یوزر مود چیکار میکنه، به خاطر چی استفاده میشه، یا صحبت کرده بودیم. اینا را که میبینید قدر مهم نیسته، مثلا پرینت از بسیار کار عادی است، سیو از پی دی اف از بسیار عادی است، پرینت فارم است، یا سل که مثلا این پرینت و سیو از پی دی اف چرا کار نمیکنه، یا وقتی که جایش بیه کار میکنه، چه قسم جایش بیه. مثلا تو به یک مشتری اگه نوایس شور کردی، اینی مشتری ماست به طور مثال، این می نوایس دبل کلیک کوی را باز کو که باز کرد، سل کو اردو ازو ام باز میشه ام کار میکنه، اینوایس میخواست پرینت کنی سیو اس پی دی اف میکنی، صحیح است، با مو شکل دیگرش خو خاطر زیاد مهم نیست. مثلا پرینتر سیت اپ است، سیت اپ تنظیمات پرینتر است، با مو شکل شیپینگ است، این شیپینگ زیاد ما در کوئی بوکس استفاده نمیکنیم به خاطر آنلاین شیپینگ است. فیدکس خو شما دیدین یک کمپانی است که مثلا چیزا رو پست میکنه با مو شکل دیگه. خب هر صورت یک قد چیز خاصی دیگه نیست، دی یوتیلیتی ام امپورت اکسپورت از بسیار مهم بود، و به اون شکل هاس ملتی یوزر مود ای چیزا که هست، و کندنس دیتا که ما گفته بودیم یاد چی کار میکنن، و به اون شکل بکاپ گرفتن اگه او سکیجول باشه و بدون سکیجول باشه، خود ما لوکالی بکاپ میگرفتیم، کریت بکاپ، بس دیگه کدام چیز خاص دیگه نیستن. خب به تعقیب درس قبلی ما، امروز در مینوی کمپانی ما کار میکنیم، یار گفته بودیم چه قسم کار میکنه، فیوریت منو چیست. در اینجا فکر کنم تا اینجا ما گفته بودیم که اسک اکاونتنت چی کار میکنه و ویو کانورسیشن لیست چی کار میکنه، که اگر تو آنلاین هر دویش آنلاین است، اگر میخوای که مثلا کانورسیشن لیست رو ببینی که با کس صحبت کرده باشه آنلاین، ایره کلیک میکنی برات نشون میده. خب باز می وب براوزر اینترنت کار داره، ما ازی تیر میشیم، میایم در بخشی پلانینگ اند بجتینگ. در اینجا می بجتینگ که هست مثل بودجه سازی دولت نیست، که ما بعد دولت بودجه جور میکنیم، بودجه عادی است و بودجه چه رقمی است، او گواهی در اینجا نیست، عادی نرمال بودجه است. اگر تو میخوای به خاطر بزنست بودجه جور کنی، بجت جور کنی، بجت بیادتن باشه که همیشه ایده که شما جور میکنین سال گذشته رو در نظر میگیرین، بعد از او به سال آینده شما بجت میکنین، اگر چی تان اما قسم دامدار باشه، 5 سال 6 سال باشه، و اگر پروژه تون بیخی نواز، باز بیخی شما سکرچ بودجه جور میکن برشن، بجت جور میکن. مثلا ما یک پروژه گرفتم، یا یک پروژه میگیریم، یا یک پروژه درو داریم، در سال آینده از امیجا که هست، از امیال ما برش بودجه جور میکنم، ما پیش خود تخمین میکنیم که مثلا بخاطر ماش کارمنده که هست اینقدر بودجه برای ما ضرورت است، لیست جور میکنی، چند کارمند کار داری، دادن کارمند، دادن کارمند ما شده نظر میگیم رئیس است، عامر است، مدیر است، کارمند است، او چی میکنی از یک ماره، از یک ماره ست میکنی بازور و کل مای دیگه کپی میکنی، که تنها در بخش ماشات ما اینقدر بودجه کار داریم. رنت اکسپنس که است ما اینقدر بودجه کار داریم. اصلا بودجه که جور میشه به خاطر اینکم استیتمنت جور میشه، به اساس اینکم استیتمنت، ام به اساس بیلنس شیت جور میشه، ام به اساس اینکم استیتمنت جور میشه. خب زیاد که جور میشه به خاطر مصارفات بودجه جور میشه، که ما چی مصارفات داریم در آینده، و به خاطر از شما بودجه جور میکنین، و اونم بودجه رو که جور کردین با یک نهاد یک کس دیگر راجع میکنین که وا شما تمویل میکنه، او را اوکی میکنه، به اساس اونم بعد شما سال آینده چی میکنه بودجه میتبرتون. خب اگر تو بخوای که به خاطر کمپانی یک بودجه سازی کنی، یک بودجه را سیت اپ کنی، به خاطر از ما شما میایم چی میکنیم، سیت اپ بجت کلیک میکنیم، اینا که کلیک کردین برای ما میگه که بهتر به خاطر کدام سال تو میخوای بودجه جور کنی، سال فعلیت خونه ادامه داره، بودجه ما برتن گفتم که جور میکنیم به سال آینده جور میکنیم، ما میگم به سال 2023 و 2024 برازی بین ازی که اسم ما بودجه جور میکنیم. بودجه را که جور میکنی چوز د بجت تایپ، بخاطر پروفیت اند لاس جور میکنی یا بخاطر بالانس شیت جور میکنی، ما میگیم نه بخاطر پروفیت اند لاس جور میکنیم. خب نیکس کلیک کردم، ایره که کلیک کردم
آیا بودجه را که تو جور میکنی به خاطر کدام مشتری مشخص جور میکنی؟ صحیح است یا به خاطر جاب مشتری مشخص که ما به خاطر این نمی جاب اینقدر بودجه کار داریم یا به خاطر کدام کلاس نمیگم نو ایدیشنال کریتریا فقط بودجه جور میکنیم عمومی به خاطر بزنس ما که به خاطر فایننس اینقدر پیسه ضرورت است به خاطر آی تی اینقدر پیسه ضرورت است به خاطر استاف ما اینقدر نکس انتخاب کرد نکس که انتخاب کردی باز دو آپشن میته بودجه را که تو جور میکنی بیخی فرام سکرچ جور میکنی از صفر یعنی میگی که سال قبلی ما یک بودجه جور کرده بودم با اساس اکچوال دیتای از اون سال مثلا ما گفته بودم که در سال قبلی ما گفته بودم که ما به خاطر آفیس سپلای که هستا در ماه 30,000 افغانی ضرورت داریم صحیح است که تقریبا در یک سال چقدر میشه 1,50,000 افغانی میشه با آفیس سپلای مگم اکچوال که شد اکچوال 80,000 افغانی شد این حال اگر تو بودجه جور میکنی باز او چیز در نظر میگیری خواهش تو باز تو مجبور هستی به اساس پریویس ایر اکچوال دیتا بودجه جور کنی این کماند ما به خاطر از جور استفاده میکنیم اگر تو میخوای بودجه جور کنی به اساس پریویس ایر سال قبلی اکچوال دیتا میگم نه از نو جور میکنم فینش کلیک کن خب یارا که میبینین کلش اکاونت های چیستا اینکم استیتمنت است ما چی انتخاب کرده بودیم اینکم استیتمنت است ام انکمی تو به نظر میگیری و به اساس زمو چی جور میکنی؟ بودیجه تا جور میکنی مصارفات بودیجه به خاطر مصارفات ساخته میشه صحیح است؟ خب در اینجا ببینیم اول انکم اکاونت برای ما آورده این خودش از کام ساخته شده است؟ نه چارت اف اکاونت است چارت اف اکاونت است اینجا بیا اینی چارت اف اکاونت نیست فقط آل اول چی میکنه؟ انکم و اکسپنس اکاونت ها رو میاره چیز اکاونت هایی که در اینجا است وار کلش در اوجه آورده برای ما خب اینجا آمدم سری چشت اوپن ویندو کلیک کردم سیت اپ بجت ایجا آمدم مثلا ما میگیم که بیادر اول عایدات ما در نظر میگیریم این بساس 12 ماه سیت اپ میشن هم اکسپنس و هم عاید دار به طور مثال ما میگیم که بیادر ما تقریبا چی میکنیم در 15 اقتصاد یک 30 نفر محصل داریم در هر ماه کم از کم کس 5,000 افغانی یا 3,000 افغانی رو در نظر میگیریم که ما عاید داریم 90,000 افغانی صرف از 15 اقتصاد ما فیس میگیریم نوشته کردیم که 90,000 افغانی در هر ماه ما از جای فیس داریم این چون فکس هست در هر ماه باید اما قسم فکس نوشته شد چون محصل فکس معلوم است برای ما این رو کلیک کن اگر میخواستیدم تمام جای خودش کاپی شد یک کماند است به نام کاپی اکراس کلیک کن او نمو چیزی را که در اینجا نوشته که مکمل چی میکنه دو دوازده ما کاپی میکنه برد و ایجا توتالش هم انوال توتال برای ما نشان میده اگر توی را ماهانه 90,000 به دست میاری سالانه 1,080,000 افغانی میشه از می یک پانزه ایتا بی سی اس میگم محصل یک ذره زیاد است چند نفر است به طور مثال گفتم که در این ماه تقریبا 40 نفر داره 40 ضرب میکنیم در ایم فیز ماهانش 3,000 میاد سمستر که است تقریبا 15,000 میاد میگم 3,000 نوشته کردیم 1,20,000 اینجا نوشته کردم 1,20,000 افغانی باز اگه ایده تو میخواستی کاپی کنی کاپی اکراس کلیک کنی چی کاپی کنی میتونی کاپی اکراس کلیک کنی کاپی شده با مو شکل انکم بخش دیپارتمنت کمپیوتر ایده صفر نوشته میکنم صفر نوشته کردم میخواستم این صفر کاپی اکراس کنی کلیک کنی صفر بخاطر برای ما معلوم است که در بخش دیپارتمنت کمپیوتر ما کس هیچ محصل نیست وضعیت صفر است دیسکاونت الاود هم ایرم صفر نوشته میکنم هیچ دیسکاونت نداریم بله هیچ خود صفر صفر است دیگه و یعنی هیچ نوشته نکن اونم بازم به معنای صفر است ده اینجا هم کس ایرم صفر نوشته کردیم کاپی اکراس کلیک کن و از اینجا میگم مثلا ماهانه برای ما یک 20 نفر محصل داریم 20 نفر ضرب 1,000 نفر میگیریم تقریبا 20,000 افغانی ماهانه از بخشی انگلیسی ما به دست میاریم ایره نوشته کو کاپی اکراس بگو دو خب ماهانه 20,000 شد 20,000 کاپی اکراس با مو شکل لیت پیمنت چیزی نداریم امید تو میمانیم ال ال بی دپارتمنت هم در صفر زر بسته محصل نداره بیخی سقوط کرده صحیح است آید در نظر میگیری باز تو مصارفات تم نوشته میکنی که ما خو اینقدر آید داریم و اینقدر مصارفات ضرورت است چیزی که کم بود میشه او را باز مشخص میکنیم اگر این کم امز از ما چیزی خاص نیست دیگه سلس اگر تو پروڈکت و سرویس پروائید میکنی
باز دوچ سلز فروشات یار در نظر نمیگیری. حالا چون دی کمپانی ما ام پانتون در نظر گرفته بودم، ام فروشات و عایدات در نظر گرفتیم، ام تکنیکال سپورت، کل چیزها به او خاطری اکانت ها زیاد آمده اینجا. اگر تو میگی چیزا نیست، مثلا ماهانه فروشات در نظر میگیری، یک لگ افغانی ما ماهانه فروشات داریم، کپی اکراس کلیک و بازو چیزا رو دور میکنی. ما میگم نه، مکمل یا عایدم هست، بخش سلز چیزا هم داریم، لایسنس چیزا رو میفروشیم. به طور مثال سرویس اینکم یک 20,000 خواه اتمن از سرویس اینکم ما ماهانه پیسه به دست میاریم، یا مثلا پروپوزل رایتینگ میکنیم یا تکنیکل سپورت میکنیم، کل از این سرویس اینکم هست. نه دیگه استیتمنت چارجز صفر ایچ چیز نداریم، چارج نمیکنیم. ان کاتگورایز اینکم اوپنینگ بیلنس میگن، این میگم نداریم. صحیح است. کاست آف گودز سولد که هست مصارف آمد، تا اینجا چی بود؟ اینکم آمد، آل مصارف آمد. خب به خاطر خریداری را ماتریال، را ماتریال چقدر پیسه تو کار داری؟ میگم والا به خاطر خریداری ازی کم از کم 120,000 افغانی ماهانه ما ضرورت دارم بزنس ما. اگر بزنس تو که است پروداکت و سرویس چی میکنه، اگر قسم پنتون باشه یا اینجو باشه، به خاطر کاست اف گودز سولد بسیار کم چیزا ضرورت، پیسه ضرورت میشه. این 20,000 بسیار زیاد است ماهانه که تو مصرف کنی. صحیح شد. این مثلا من نوشته کردم، کاپی اکراس گفتم 1,20,000، 1,400,040 افغانی شده. اینونتری ادجستمنت میگم ماهانه 10,000 افغانی را دی به خاطر ازی در نظر بگی 5,000، به خاطر ازی که بعض اینونتری ما دمیج میشه، لاس میشه، 5,000 افغانی را ماهانه ای اکسپنس ما در اید در نظر بگی. به هر ماه تقریبا 60,000 ما اینونتری ادجستمنت در نظر بگیریم که لاس میه به وجود در اینونتری ما به یک سال. دیگه مرچنت اکاونت فیس چیزا نداریم، دپریسیشن اکسپنس چیزی نداریم. دپریسیشن اکسپنس ما کب نزدیم فکر کنم، ای امرای فکس اسیت کار میکنه، نه دپریسیشن استحلاق کنه، ای امرای فکس اسیت آیتم کار میکنه، بعد از این باز بوده کار میکنه. میخوانیم چه قسم فکس آیتم ما شما دپریسیت میکنیم، بوده کب میزنیم. و ادورتایزنگ پروموشن بلکل 10,000-5,000 ماهانه بخاطر از این ما ضرورت داریم. صحیح، ایرم کپی کردیم. کمپیوتر اینترنت اکسپنس کم از کم 20,000، به خاطر از اینکه دفتر ما بسیار کلان است، اینترنت فیس هم میتیم، یک کمپیوتر ضرورت میشه، مشکل پیدا میشه، 20,000 ماهانه ایل در نظر میگیریم. صحیح شد. دیگه میلل انترتیمنت که است 40,000 افغانی رو ماهانه دی در نظر بگیریم، کاپی اکلاس کلک کن. آفیس سپلای مثلا 10,000 ماهانه به خاطر از این در نظر میگیریم. اگر تو میخواستی که نه آفیس سپلای مثلا یکی از دمی روزای اول زیاد می باشه، باز استاستا چی میشه؟ کم میشه. به طور مثال این مثلا دیجی 10,000 نوشته کردی، میشه تو ایجی بیاری ایر ارجست کنی. اینجا نوشته کرده ارجست را اماونتس، اینجا که آمدی خب ایر را میخواستی از ماه اول شروع کنی، یعنی یک جای تو مشخص سلیکت کردی currently selected month. میگم نه، از بعد از به طور مثال 6 ماه که از مصارفات ما چی میشه؟ کم میشه. در اول 6 ماه زیاد میباشه، 1, 2, 3, 4, 5, 6 از این ماه افتم میگیر میدم. در اینجا که آمدم میگم بیدر بعد از ماه افتم خود چی کار کنم؟ انکریز میکنی چیزی را یا کم میکنی؟ میگم بعد از ماه ششم که هسته 20% که هسته 20% هم به اساس فیصدی میشه و هم به اساس اماونت میشه. در این مصارفات آفیس سپلای که هست انکریز میکنی دیکریز میکنی، انکریز نه دیکریز، کم کوی را چیکو؟ کم کو. انکریز خو زیاد میکنم، میگم 20% چیکو؟ کم کوی را. اینا لوکی کلیک کو، ده هر ماه 20% چی میشه؟ کم میشه. البته کمپاوند دیکریزمنت نیست، سنگل دیکریزمنت است. کمپاوند هیرا میگه، بطور مثال ما مثلا ده بانک است 50,000 افغانی ماندیم به خاطر سود، از یک ما مثلا 2,000 افغانی میشه. اگر سنگل باشه هر ماه را 2,000 افغانی برای ما میده. اگر گفتی کمپاوند ماه جنوری که 2,000 جمع شد او را در 50,000 میندازه، باز در ماه دیگه که از 52,000 سود برای ما میده، انترست برای ما، ایره کمپاوند میگن. خب ما ایره چی کردم؟ اوکی کلیک کردم، اوکی که کلیک کردم سال که در هر ماه چی کردم؟ 2,000 افغانی را چی کردم؟ کم کردم. اگر تو کمپاوند استفاده میکنی مثلا به خاطر اعلانات که هست در ماه اول از ما شاید 10,000 اعلانات باشه، دیگه که هست در هر ماه میگم که چی کو؟ کمپاوند 10% کم کو. ماه دوم که هست 10% کم کو، ماه سوم که هست 10% جمع 10% دیگه هم کم کو.
ایره کمپاوند میگه ایره انتخاب کردم آمدم درار ادجستمنت میگم دما اول یک ذره مصارفات زیاد میشه ایره فرم فرست منت انتخاب میکنم میگم چی کو کم کو از مای اول ایره در نظر بگی بعد از استارت فرست منت از چی چند فیصد کم کنم میگم تقریبا 10% چی کو کم کیره 10% کم کو الان شما ببینین اوکی کلیک کنین ده اینجا 90000 آمد 10% از 90000 است یا یک لک بود یک لک خب یخی امکان ندارد خود 10000 است 90 نیست 10000 است از 10000 که 10% کم شد چقدر میشه 9000 میشه باز از 9000 که است چی کرده نه اینجا باز اینجا باز کمپاوند انتخاب نکردیم اینجا نه اینجا بیا اینجا کمپاوند هیچ انتخاب نکردیم خب فرست منت که انتخاب کردی خب کمپاوندینگ که است بخاطر بعد از فرست منت کار میکنه ایره چی میکنم 10000 نوشته کردم 10000 که نوشته کردم کاپی اکراس گفتم ایج از اینجا شروع میکنیم بخاطر از کمپاوند که است بخاطر فرست منت کار نمیکنه اینجا آمدم در ادجستمنت میگم میخوام که اگر فرست منت انتخاب کردی کمپاوند چی میشه کم میشه میگم از currently selected month چی کو 10% کم کو 10% و ایره چی کو enable compounding انتخاب کو برش صحیح شد اوکی کلیک کردم حالا شما ببینین از مای اول خو صحیح است مای دوم 10% چقدر از اینکه 10% کم شد چقدر میشه 9000 از 9000 که 10% کم شد 8000 است از 8000 که یک مثالش برات کار میکنم که واقعا ما قدر میاد نمیاد 8100 است نه 8100 میگیرم ضرب 10 تقسیم چند 100 چقدر میشه 810 اینا از 8100 منفی 810 چقدر میشه 7290 7290 با مو شکلی را کمپاوندینگ دیکریزمنت میگه چی میکنه کم میکنه خب به خاطر پیرول اکسپنس ای فیکس است ای کم و زیاد نمیشه مثلا 10 نفر کارمند داریم 12 نفر خب مکمل 100000 افغانی از ما ماهانه ماش کارمندای ما میشه دیگه ریپروڈکشن نداریم بیادر صفر است رنت اکسپنس داریم این هم فکس است 20000 ماهانه ما کرای خانه را میدیم این کلیک و کپی اکراس کلیک کو بخاطر ریپیرمنت که است 2000 افغانی را ماهانه ما در نظر گرفتیم تکس پراپرتی چیز نداریم تلفن اکسپنس ماهانه تقریبا 3000 رئیس است و معاون است تلفن پیسی شمیتیم نی ایرم کپی اکراس گفتیم ترافل اکسپنس ماهانه اگر زیاد ضرورت شد ما تقریبا یک دو سه سفر داشته باشه کارمندای ما به ولایت 10000 در نظر میگیریم کاپی اکراس کلیک کردیم ان کاتگورایز اکسپنس نداریم ان کاتگورایز اکسپنس چی رو میگم ان کاتگورایز زمانی که ما از کاستومر یا از دیندر همو چیز رو میتیم ادوانس پیمنت اگر بس از کاستومر باشه بنامه ان کاتگورایز چی یاد میکنه؟ انکم یاد میکنه صحیح با؟ و اگر از چی باشه از وندر باشه بنامه ان کاتگورایز اکسپنس یاد میشه صحیح شد؟ اگر اوپنینگ بیلنس باشه ام ان کاتگورایز اوپ باشین ادوانس نه اوپنینگ بیلنس از مشتری که است بنامه ان کاتگورایز انکم یاد میشه از وندر که است ان کاتگورایز اکسپنس یاد میشه خب یوتیلیتی اکسپنس میگم 1000 در نظر بگی بس است بیخی زیاد است 1000 فایننس چارجز انکم هیچ چیز نداره میگم بس خلاص دیگه چیزی به اینجا نیست سل تکس ادجستمنت اگر نفرت میفهمی که زیاد نمیفهمه تکس ادجستمنت چیز اشتباه شده برای چیزی رو در نظر میگم میگم نه نمیگیرم در نظر اگر اینو نوشته کردیم بودجه رو به کس روان کنیم شاید بیخی پاس نکنه به خاطر از این پاس نمیکنه اکثر نمیکنه که چرا به خاطر سل تکس ادجستمنت میکنی حتما اشتباه کردی ادجستمنت میکنی اگر اشتباه نکردی چرا ادجستمنت میکنی خواست صحیح است از اینونتری ادجستمنت مشکل نداره به خاطر اینکه لاس میشه چیز خراب میشه مشکل به وجود میاد او گفت صحیح است خو هدف اغاز ما هدف نده هدف سما ده پدی شکل تاسو چی کوي دا کوي مثل کی جبرخیل صاحب گفت همیشه عاید ما که است از اکسپنس ما باید بیشتر باشه هیتو نباشه که اکسپنس ما 1,000,000 افغانی باشه عاید ما 500,000 افغانی باشه هیچ اشتباه او همیشه اونو دفتر که است اونو کمپانی که است با
با سقوط مواجه می باشن. حالی ما نمی فهم که آید ما زیاد شده، اکسپنس ما زیاد شده، به هر صورت معلوم میشه برای ما. خب شما ای را در نظر می گیرین، آید را در نظر می گیری، بودجه را تعیین می کنی. صحیح است، آید به نظر که نیست او بودجه تعیین نمی کنی. او بل ای تو کارم نکنی که مثلا اگر دولت باشی که مثلا ای تو یک بودجه را تعیین کنی، ای تو مصارفات تعیین کنی که داخل تو را 50% مصرف کردن نتونی. اشتباس این یک بودجه را مصارفات بودجه به خود تعیین کو که تو ام حداقل 90% از رخ مصرف کنی، اگر 10% میمونه فرق نمیکنه. یک وقت ببین 40% مصرف کردی، باز کل سیستمت غلط است. خب چی کار میکنیم؟ حالا میبینیم که عاید ما زیاد است یا مصارفات ما زیاد است، با اساس زمو یک چیزی کم میکنیم. مثلا میگیم که تقریبا چی را در نظر میگیریم، عاید ما چقدر است؟ 1,000,000 صحیح است، 2,000,000 تقریبا، 2,000,000 و 5,00,000 و 20,000 میشه تقریبا، همون طور است نه؟ و عاید ما بخی کم است، عاید ما زیاد نیست، کم است نه؟ سلس هم است، سلس ایجا مصارفات ما بخی زیاد است، تقریبا 1,000,000 1,000,000 یک ای شده، این تقریبا زیاد شده. خود چی میکنیم؟ در اینجا یک چیزی کم بیارم، cost of goods sold ایجا cost of goods sold امیست نه؟ که بالا است نه؟ این امیست نه؟ ایده کم میکنیم، ایده نشته میکنم 60,000 افغانی، 60,000 که نوشته کردیم کپی اکراس میکنیم، یک کی کم شوه این ایرم چه میکنیم، یک لکو او را سلس کم کردیم، سلس سلس نه سلس یک لکو 20,000 کردیم، کپی اکراس گفتیم، یعنی کاست آف گود سولد انتخاب کردیم، گفتیم این چقدر است؟ 20,000 است که کم است. خب دیگه چی زیاد بود؟ در اینجا این پیرول اکسپنس ها تقریبا ای را 60,000 افغانی میگیرم، ایرم کپی اکراس گفتم میخو 60,000 نمیشه، خواهد شما سر ما فشار میارین که رو زیاد کنیم، 100,000 تعیین کردیم، کپی اکراس گفتم صحیحستم و به مو شکل کم از دیگه این مصارفات ما قدر زیاد نیستم. خب ایجا این نمی لعنتی بسیار زیاد شده، cost of goods sold در کجا رفت؟ cost of goods sold بالا رفت، cost of goods sold در کجاست؟ این نیست، این مصرف ماست، ایرا 20,000 گفتیم، ایرا 20,000 ایده 10,000 ماهانه در نظر میگیریم، 10,000 گرفتیم کپی اکراس گفتم، تقریبا 1,20,000 افغانی شد، صحیح شد. خب آل چیز شد، یک چیزی جور شد، یعنی بخش انگلیسی ما رو 40,000 میسازیم که یک ذره زیاد شد، کپی اکراس گفتم خیلی بیرم ایرم فال میکنم به خودت پانتون از دیگه ایره فال میکنم، چی نوشته میکنم؟ میکنم ایره 50,000 ماهانه از این با دست میاریم کپی کلاس. آلی آید ما چی شد؟ از اکسپنس ما زیاد شد. خب این کار که کردم بعد از او اگر میخواست سیف کنی سیف کدم میتونی، اگر مستقیم اوکی کلیک میکنی هم مشکل نیست، من سیف کلیک کدم و بعد از او اوکی گفتم، بودجه ما چی شد؟ جور شد. اگر میخواستی او را ببین در ریپورت بیا، در اینجا که آمدی the budget and forecast بیا، در اینجا که آمدی budget overview کلیک کن، این از کدام سال میخواستی؟ از سال 2023 تا 4 next از بساس profit and loss بله میگم next کلیک کن و next کلیک کن، باز بساس ما میخواستی اینجا منت انتخاب کردیم بله account by month next finish کلیک کن، اینی بودجه سال 2020 تا 2023 تا 24 است. اینه ببینید شما چیزی را که ما در اونجا نوشته کردیم، اینجا اول برای ما میگه که انکام ما است، انکام توتال انکام ما بخاطر مای جنوری فبروری که است چقدر است؟ چرا فبروری را انتخاب کردم؟ بخاطر از اینکه ما سال دیگر که است فرست منت آف دا فیسکل ایر فبروری انتخاب کرده بودیم، اینه 440,000 افغانی صرف بخاطر مای چی ماست فبروری، با مو شکل از دیگه ما ایرم انکام تا در نظر میگیره و با مو شکل میایم در کدام جای در پایین کاست آف گود سولد ما چقدر است؟ کاست آف گود سولد ما که است تقریبا 15,000 افغانی است، گراس پروفیت ما 400,000 از این کم میکنه ایرم 25,000 با مای چی میشه؟ با مای فبروری میشه. حالا اکسپنس دیگه ما مانده ای خو را ماتریال که ما میگیریم در کاست آف گود سولد چی میکنیم، در اکسپنس های دیگه ما تقریبا چقدر اکسپنس داریم؟ توتال اکسپنس 2,16,000 افغانی است، از 4,25,000 افغانی که 2,16,000 افغانی برای چقدر میمونه؟ اینجا بیاین سل کنین، نه اینجا آمدم اول دمای اینکم ما چقدر مکمل چقدر است؟ 4,40,000 است یا نیست؟ 4,40,000
4000 افغانی از این میگه منفی میکنم کاست اف گود سولد ما 15000 4 لک 4000 خب ببخشید 4 لک 4000 افغانی منفی کو چقدر به هر ما 15000 ایجاد تعیین کنیم 15000 باز از اون منفی کو چی را دیگه اکسپنس ما شما چقدر است 2 لک 16000 افغانی بعد از این اوکی کلک کو 2 لک 9000 افغانی در هر ما برای ما چی است نت اینکم است خو یی بخی زیاد است خو یی باید تقریبا بخواد 50000 90000 60000 می گرفتیم خو یی چوار خیل سر فشار آورد گفتی زیاد کردی رقم و دپارتمنت دیگر که فعال نمی کردیم از چی را باز یک چیز جور میشه به این شکل شما بودجه جور میکنین این مکمل برات نشان میده که بیادر مکمل از 12 ماه چقدر میشه 5 میلیون 2 لک 80000 افغانی است نه این مکمل به خاطر 12 ماه بودجه که ما کار داریم اینم قدر است به مو شکل به خاطر کاست اف گود سولد ما که است ای که از اینکه اون کاست اف گود سولد مکمل کم شد چقدر میمانه 5 میلیون 100000 افغانی میمانه باز مکمل از اینکه است از این 5 میلیون 100000 افغانی توتال اکسپنس ما که کم شوه این توتال اکسپنس ما که کم شوه مکمل چقدر میمانه پیش ما 2 لک 2 میلیون 5 لک 61381 افغانی ای برای ما چیست؟ آید است. ای رسل کو در یک ماه مقدر آید داشتیم. ای را زد کو. زد که کردی در 12 ماه انتر کلک کو. چقدر میشه؟ خب ایجا تقریبا ای قدزی یک سان نیست. خب برسود کدام چیز دیگر هم چی کدر. خب مکمل انکام ما چقدر میشه؟ اینه قدر میشه. 2 میلیون. انکام ساز تفاوت که یو برا با اول خو ای به خاطر از اینکه به خاطر چی به خاطر آفرین ما آید کم کرده بود ایره ما ماهانه مو چیزی که است ما اول در نظر گرفته بود صحیح است خوب شد گفتین اگر نیال ما میگفتیم که اشتباه است اوجا کمپاوند اینکریزمین کرده بودیم دیکریزمین کرده بودیم خب به شکل شما چه میکنین بودجه را جور میکنین به هر سال تن اینو میره باز چه میکنین از تاپ منیجمنت ایره اپروولش میگیرین ایره پرن میکنین اگر دیگه پرن میشد خوب اگر نمیشد ایره این اکسپورت میکنین شما د چی د اکسل چه قسم اکسپورت میشه د کریت نیو ورکشیت کلیک کنین دکی کلیک کرین خب د نیو ورکبوک میخواین بله میگم اکسپورت کلیک کو و دم دیشی نه پی دی اف کی از چه پی دی اف میشه ایمیل پرینت ها و اپشن شده و به خاطر از اینکه در اینجا اگر تو میخواستی لوگو و دیگه چیزا از دفتر تبیاری به خاطر تو اکسپورت کده چی در اکسل این در اینجا آمده اگر میخواستی در آینده از استفاده کنی یا ایدت کنی چیزی را کم و زیاد کنی این در اکسل آمد مکمل چیزی که هست مکمل در اکسل آمده ای را پرینت میکرد هم پرینت کده میتونی اگر سیف میکرد در آینده استفاده میکنه هم میشه اینجا برای ما معلومات میده که یک ای عمومی معلومات چیزی را که اکسپورت میکنیم چه قسم باید چی شود و ایجا که هست هم بودی جای ماست از هر ما و به مو اساس توتال شود نیتون کنیم ای را ما سیف کردیم در کدام جای دمی داکومنت ای را ما سیف میکنیم میکنیم که 2023 تو 2024 بجت صحیح شد بعد از اون سیف کلیک کردم میرم یس انتخاب کردم خب حالا اگر تو میخواستی رو پرینت کنی پرینت کردم میتونی و اگر سیف از پی دی اف میکردی پی دی اف شبه کس روان کنی هم میشه از اینجا میشه از اینجا میشه بیا در سل کنی چه در فایل هم هستن سیف از پی دی اف مشکل نداره خب دیگه امرای ما چیستم اگر آل تو چی جور میکنی مثلا ده سال دیگه بودجه جور میکنی در کمپانی میامدی تیار ما بودجه جور کردگی داریم یا نداریم میشه که ما چی کنیم به سالی بگویم که به اساس سال قبلی ما میخواییم بودجه سال نو جور کنیم یک کمان بود دو جنی create budget from previous year دیگه که از forecast است forecast ما به خاطر ازیست یک که از بودجه سازی است یک forecast است ایده ای تو فکر کن که مثلا تو میگی که ما اینقدر مصرف داریم در اونجا یک بودجه تعیین کردی مگم فرقش با این بودجه و فورکاست اینه نیست که تو پیش خود یک چی میکنی فورکاست میکنی که بیادر ما ماش ما اینما قدر است the monthly payroll expense will be 10,000 یا 20,000 خبر پوش بی فورکاست دید پار استعمالی پیش بینی دید پار نو فرق نکی گوره
دغه بودیجه چې د دولت کې چې وایي چې مثلا د وزارت مالی چې دی خپل 50% بودیجه مصرف کړه ولی مصرف کړه همدې لپاره بودیجه کې کمواله زیاتواله راځي تا مثلا په نظر کې نیول چې وروره زمونږ مثلا آفس سپلای چې دی یو لږ افغانۍ دی هغه 50,000 شي یو میاشت کې خو که چیرې ته بودیجه صحیح تعیین نه کړې صحیح فکر وکړي پکې او تیر کال د خپل وګورې په هیڅ صورت باندې ستا 10% او 15% نه زیات تغیرات نه راځي 10% او 15% دولت به سره مني خو هغه نه زیات که چیرې کم زیات شي بیا وایي چې ورور دی خپل بودیجه صحیح نه ده جوړه کړې جوڑے کا وہ مشکل نشتہ دے قول شام اکثر کی جوڑے کہ قول شب بخسر نہ بجے جوڑے کہ مشکل نشتہ دے استا ہدف داو کتو وچ کم زیاد چھ بگے کم زیاد یا مس زیاد مشکل نہ لری ایتس مشکل نہ لری اس بن مشکل نہ لری آید زیاد چھ فرق نہ کی خو مصارفات دے کوشش کچھ زیاد نشی او بودی کی استاد دیر زیاد تغوی کالوں نے بھی کنا انور دے کی ایگزٹ کی لکہ مثلا ڈسکرپشن خو اگے اکاؤنٹ شو یو دقیقه صبر وکړه لار راغلم دلته بجټ اور یو باندې کلیک وکړم دغه نیکسټ صحیح شوه فنش باندې کلیک وکړم مثلا چی شي ډسکرپشن نه دی کی چې دی ګوره دی کی الته کد پام کړو چې په هغه کې سره کوم تر اوسه کم کالمونه چې موږ ته ضروری وو د من په اساس باندې کته وای چې مثلا زه اکسل کې څنګه جوړوم هغه شی ته دلته نشي جوړول دلته چې دی کویک بوکس خپل فارمټ دی او هغه فارمټ دا دی چې ته فقط د اکاونټ لپاره یو دنه رول لري او د میاشت لپاره یو دنه کالم لري دلته بیا به مسو ګورم چې کسٹمایز تر شو دی چې مثلا کچيري نور کالمونه وسی بیا کیږي دا خو فلټرینګ دی صحیح شو هډر فوټر دی پکې بل شي فکر نه کوم چې پکې وسی ورسېدلې بل شي پکې نشته نه نو ڈسکرپشن وہ مانول بودجه چې جوړو مونږ او نه 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 شان دلته نه دلته چې دی اول مکمل د بودجه مثلا ټول شان اکسل کې ځان سره جوړه د جنوري د پاره زمونږه پیرول سیلری دونه ده د جنوري د پاره زمونږه افس سپلای دلته دی ته کول شي به نور کچيري اغه غوتانه ډسکرپشن غوښتله ته کول شي اکسل فایل سره اٹچ کړي صحیح ده ډسکرپشن د پاره دا شی وګورو خو کوئک بوکس خپل ځان ته فارمټ لري او فارمټ یې دقه شی دی چې د میاشتو لپاره کالمونه جوړ کړي دي او د اکاونټ لپاره راګانې جوړ کړي چې هغه که اکسپینسیو که انکم اکاونټونه وي صحیح ده نو په دغه شکل باندې ته کولی شي ځان ته یو بودیجه جوړه کړي دي ځکه او فارکاسټ یو کولی شي یو پیشبیني ځان ته جوړه کړي کنه د بودیجې لپاره چې مثلا زمونږ به دوغنه کېدای شي دونه مصارفات وسي دونه عایدات وسي اخو بودیجه شوه چې هغه ته باید 100% تا ته دونه اپروف شم دونه تا ته بودیجه درکې صحیح ده نو دا هم همداسې کېږي د تېر کال ته نشي کولی کرنټ کال لپاره د بل کال لپاره ته کولی شي دا جوړ کړي خو او ما دم نیکسټ ته کلیک کړم نیکسټ کې کلیک کړم بوس د انجه مثلا میګم کې نه ایره مو مو میچو میکنم نیکسټ وا وا بخي فرام سکراچ میکنم چون سال قبل ما فارکاستینګ نه کړم بخي فنش کلیک کړم فنش کې کلیک کړم بازو نه موږه واسطه د انجه کې اس ایک اس نسبت بازو کې اس یک چیزی دقیق تر می باشه د بودیجه کې اس د اوج ته بودیجه ته اینو کې شاید مصرف به و اندازه نشو مګم د انجه فارکاست کې میکنی باید یکسان اگر 100% نه یک چیز یکسان باید باشه دغه گابش مکمل یک اس هیڅ تفاوت نه میکنه فقط د یوټیوب پیش بینی میکنی کې بله د انجه ماینه قدر ضرورت میشه د دینی اکاونټ کې اس ایکسپنس اکاونټ نه ضرورت میشه و د اوجه به خاطر اپروول کې تو اس کس بودیجه میگیری باید چې جوړ کنی فارکاست ما به خاطر از جوړ نه میکنم کې از یک کمپنی از یک دونر کې اس ما اپروول بگیریم پیش خودت یک چیز جور میکنی و بودیجه که هست به خاطر اپروول دیگر را استفاده میشه بله و دی و ای با او هیچ تفاوت دیگه نداره و برزو دیگه هم رای ما چیست کش فلو پروجکتور است که تو با کویک بوکس میگی که بیاد مثلا ده سال 2023 ما که هست کش این ما یعنی کشی که ده کمپنی ما این میشه از امی طریق است این قدر است کیشی که از کمپانی ما آورد میشه از این طریق است این به خاطر از این ماجور میکنه یک پروژکت کیش فلو نیست این تو یک پروژکشن میکنه که چقدر کیش ما این میشه چقدر کیش ما آورد میشه بزنس پلان که است اگر تو میخواستی در کویک بوکس که است یک تولز است به شکل بزنس پلان ما به خاطر بزنس پلان جور کردن استفاده میکنیم بزنس پلان خوب برات معلوم است که هر دفتر که است به خاطر از اینکه مثلا دفتر ما
بخاطر وقتی که میخوای که اپرووال سال نو بگیره برای زو یک بزنس پلان جور میکنه. تو بزنس پلان هم انکم میباشه و هم اکسپنس میباشه. زیاد بزنس پلان که جور میشه با اساس انکم و اکسپنس جور میشه. کل مصارفات خود درج میکنه، کل عایدات خود درج میکنه از هر دپارتمنت. رئیستن از تمام پروژه را او را باز وزارت مالی روان میکنه که بیاد این بزنس پلان است. او را که اپروف کرد با اساس او نمو بزنس پلان یا مصارفات خود چی میکنه؟ ما بودجه نداریم، ما بزنس پلان داریم در دفتر. صحیح شد؟ باز او نمو که وزارت مالی اپروف کرد با اساس زمین مصارفات میکنیم و عایدات ما باید با اساس بزنس پلان باشه. اگر نباشه باز ما دیگه ناکام هستیم. در بزنس پلان ما نوشته کردیم که به ماه جنوری ما اینقدر عاید ما که است مثلا از رستوران است، اینقدر عاید ما که است از اتاق است، اینقدر عاید ما که است از حالایی است که مردم بوک میکنن. اگر از اون چیزی کم شو به ایمان چیزی که ما در بزنس پلان گفتیم ما موافق نشدیم که رو به دست بیاریم، دیگه این نقطه ضعف یا ناکامی ما است. ای بخاطر این اینجا کسی یک تول است، تولز است که توسط از تو میتونید به خود بزنس پلان جور کنید. صحیح است؟ خود ما خودم تا هنوز استفاده نکردیم بزنس پلان، چون این موضوع بسیار کلان است. بازم اینجا تعهد نامه از طرف خود کویک بوکس که تو میخوای بزنس پلان استفاده میکنی باید اگر تو موافق باشم رو میگم اگری. اگری که کلیک کردی آل بزنس پلان برای ما چی میکنه؟ باز میکنه. کسی از بسیار زیاد کلان است بزنس پلان یک بخش بیخی جداست مثل کویک بوکس وری که تو استفاده میکنی. صحیح؟ اگر شما بازم استفاده میکنین میشه که شما خودتون استفاده کنین باز کنین، چون او بیخی متفاوت است از کویک بوکس کردن. خب چرا اینقدر وقت گرفت؟ خیلی ما کنسل میکنم بر صورت اوکی کلیک کردم. این هم شما خودتون استفاده کنین. دیگه که از تو دو لیست است، تو دو لیست خود ما در چندین جای گپ زدیم که اگر ما در مشتری مثلا در اینی مشتری در تو دو لیست که از چیز را اد کرده باشیم، در اینجا آمدم در منیج تو دو لیست نیو کلیک کردم. مثلا ما گفتیم که بیادر با تاریخ 20 که است تاریخ 20 یا 16 سیست به حضرت علی باید ما چی کار کنیم؟ یک کال کنیم. و این کال که است مهم است یا کم مهم است؟ یا زیاد میگم زیاد مهم است. بله استیکی نوت واری در دیتیلز که هر چیزی که نوشته میکنی نوشته کو کال به خاطر چیست. اوکی کلیک کو یک تو دو نوت ما چی کردم خو یک چیزی دیتیل دی یاد کو میگم که کال فور میتینگ. صحیح شد؟ اوکی کلیک کردم. یک تو دو نوت ما دی برازی جور کردیم با دیگه مشتری جور کردی با وندر جور کرده باشی بازور همی خواستی ببینی اینجا بیا در تو دو نوت لیست که صورت نشان میده در تو دو لیست کدام کارایی است که بخاطر امروز باید ما انجام بدیم. صحیح است؟ اینجا میشه که تو مشخص کنی کالا میخواستی ببینی، میخواستی فاکس همی ببینی با کدام نفرا باید ایمیل کنی در تو دو نوت من خود لیست کردیم. دیت شم میشه مشخص کنی مثلا تو دیتا از امروز ای چیز نیست میگم با تومارو ببینی هست یا نیست یا خودت میشه که مثلا آل انتخاب میکنی چون تاریخش باز خودش میگه برای ما آل که آمد ایجم آل انتخاب میکنم اینمی کار باید اینی کارا که پرایوریتی های است به این تاریخ انجام بدیم. تو دو نورس به خاطر از استفاده میشه. اگر بازم خود چیز رو اضافه میکنی از یه اضافه قدم میتونی و ریمایندر هستا ریمایندرز اینمی نوتیفیکیشن هم میبینین شما اینی ریمایندر ده اینجا ماست ده اینجا برای ما کویک بوکس میتا به ده اینجا ده ریمایندر که آمدی اون ریمایندر هستا کدام کارایی است که مثلا ما انجام ندادیم. منی تو دیپوزیت چهار دانه کیش ریسیو کردی از سلام صافی از اینی از این ایره باید دیپوزیت کنی تا ده اکاونت مشخص کنه. یعنی گرفتی ریسیو پیمنت کردی خود ان دیپوزیت فاند از ایره باید دیپوزیت کنی با مو شکل دیگه برای ما میگه سه دانه سلادر است که مردم باید شما سلادر کده کستومر ایت تو رو تانوس پرین نکردی صحیح سوره باید پرین کنی و یک دانه بل سر تو مانده که تو تانوس رو پی نکردی رو پی کو بیاد مثلا کدام بل است بیاد پی بل بیا یک دانه بل است یا نیست اینی بل است صحیح است یک دانه سوجه یک دانه نشان میده خودی زیاد است سه دانه بل است یکیش از صد است یکیش از صد ولی است یکیش هم از دیگه است. مثلا در قسمت تو یکی ملتیپل کرنسی رو انتخاب نکرده باشیم یا مثلا اگر از اون کرنسی دیگه انتخاب نکرده باشیم در مورد اکاونت پیبل اکاونت یک دانه می هون کرنسی چیزی که است دلار باشه با دلار نوشته نمیشه فقط این قسم اکاونت پیبل ده اونجا میه. حالا چون هون کرنسی ما افغانستان و دیگه فارین کرنسی دلار است به خود دان آمده این که است هون کرنسی است این که است فارین کرنسی است افغانی. اگر ایرانی نوشته کنی چی کرنسی ایران که است پاکستان هم باز میه میشه. خ
خو دی چې فقط برای ما نوټیفیکیشن میده و دا نه چک کیس به مردم تو ایشو کړي تاسو زوره پرینټ نه کړي پیش خود باید ګوره پرینټ کونی به مو شکل دیگه معلومات شه چارټ اف اکاؤنٹ ما کاپ زده میک جنرل جنرل انٹریز ما کاپ زده اکاؤنٹنگ ټولز کیس بسیار زیاد است دیگه اول اگر سر ازی کاپ بزنیم دیگه شاید دو سه دانش کار کن دیگه میمانه خب پیش ازی که سر ازی کاپ بزنیم چون ما فکس سیت کاپ زدیم خب دیپریسیشن شما مانده چه قسم او استهلاک میشه اونم گپ نزدیم و این موضوع هم که اس مربوط ازو میشه به او خاطر میخوام که سر ازی کار کنم براتون صحیح است اینجا قصه زیاد است دیگه دیگه روز میمونیم منیج فکس اسید چی کار میکنه بعضی اوقات میشه که دفتر ما فکس اسید با خود داشته باشه آمدم در لیست چارت اف اکاونتس دیگه که آمدم ببینین شما چند دانه فکس اسید ما داریم دو دانه است یک کورلای 2008 است 18 است دیگه شم 2019 1990 است صحیح شد این جنس ما خریدیم بعد چقدر که مثلا ایره یک نیم لک گرفتیم ایره یک نیم لک گرفتیم حالا اگر تو بخوای که ایره دیپریسیت کنی دیپریسیت سمانه استهلاک کول جنس از یک سال استفاده میکنی خود طبعا قیمتش ثابت نمیمانه کم میشه استفاده که میشه ایره استهلاک میگه دیپریسیشن بخاطر دیپریسیشن که هسته اگر تو میخوای یک جنس دیپریسیت کنی ما برای ازو که هسته در اینجا یک قانون داریم بر اساس ازمو ما او رو دیپریسیت میکنیم یه آمده بینی فایل باز کردم در پاورپوینت straight line depreciation method است double decline method است زیاد که استفاده میشه دیگه میتود هم است سم method است زیاد که استفاده میشه بخاطر depreciation straight line depreciation است بیاد پایین پایین جا ما بخاطر depreciation یک چیز نوشته کردیم که پیش ازی که تو یک جنس depreciate میکنی باید او را بفهمی در پایین پایین می اینی جا depreciation است depreciation چی را میگه؟ Depreciation is the loss, decrease or reduction in the value of an asset. وقتی که جنس ما استفاده میکنیم صحیح است ارزش خود که از دست میتا استفاده که میشه اینمی ارزش که از دست میتا اینمی را بنامی Depreciation یاد میکنه ای تو مانا نمیتا که مثلا ارزش یک جنس که است مثلا خراب شوه او را نمیگم که یک ارزش مثلا کم کنی او لاس دست نه استفاده که میشه به مرور زمان چیز قیمت که از دست میتا اون را بنام Depreciation یاد میکنه وقتی که شما میخواین یک جنس دیپریسیت کنین او باید چه قسم جنس باشه اول expected to be used for more than one year جنس باید ما گفته بودیم ما فکس اسید جنس دیپریسیت کرده میتونیم و فکس اسید اونمو جنس میگه که او more than one year of useful life داشته باشه صحیح است و اینجا هم گفته که has a limited useful life و useful life از او باید مشخص باشه که تا چند سالی خوب کار میکنه صحیح کار میکنه مثلا من یک موتر گرفتم برای ما معلوم میشه که بعد 10 سال خوب کار میکنه useful life اش معلوم است نه بعد از 10 سال شاید یک ذره ضعیف شوه یا بیخی از کار بفته دیگه help for use in business و او رو ما به خاطر عزیز نگرفته باشیم که دوباره بفروشیم جنسی که تو میخواد دوباره میفروشی او دیپریسییت نمیشه جنسی که تو میخواد استفاده میکنی در بزنس او دیپریسییت میشه دیگه not mean for reselling باز گفته بخاطر از اینه که ما رو دوباره بفروشیم بخاطر از اینکه چیزی که تو میخری دوباره بفروشی خود دیپریسییت نمیشه چون اینجا قرار مندگی استفاده نمیشه او گپ جداست که به مرور زمان 10 سال بعد شاید اون خراب شه پرزش مشکل پیدا کنه او گپ جداست به خاطر یوز استفاده نمیکنیم ما مثلا چی وره بیلڈنگ ماشینری دیگه چیزا دیگه اگر تو میخواستی اجنس دیپریسییشن از اون دیپریسییشن از رو معلوم کنی باید چیزاش معلوم باشه کاست اف the fixed asset باید معلوم باشه مثلا موتر است گرفتیم 4000 دانه کاستش معلوم است دیگه residual value یا estimated value residual value چی را میگه مثلا بعد از 10 سال که است موتر را گرفتیم مثلا به خاطر 5 سال خوب کار میکنه بعد از 5 سال که است ام موتر که از کار گفته ام کالبوت زیر به چند ارزش پیدا میکنه چند مردم از پیش ما میگیرن این را به نام residual value یا script value هم یاد میکنه اینا باید مشخص باشه و یوزفل لایفش معلوم باشه که بیشتر گفتم و بعد از اینکه ما میتونیم که دیپریسیبل اماونت معلوم کنیم یعنی چقدر سالانه استهلاک میشه فرمولش چه رقم است خب به خاطر معلوم کردن دیپریسیشن که است استریت لاین متد است دبل دیکلاین است و سم متد یا سم اف ایر متد است ما از این استریت لاین استفاده میکنیم خوب طریقه است خب ایش گپ نمیزنیم این بسیار قصه زیاد است متد استریت لاین دیپریسیشن چه قسم است اگر تو میخواستی یک فکس اسید استهلاکش معلوم کنی
اگر تمی خوی انوال ڈپریسیشن ایکسپنس معلوم کنی کاسٹ اف فکسڈ اسیٹ می گیری مثلا موترس 4000 ڈالر گرفتیم ازو من فی می کنی ریزیڈوال ویلیو یا سکرپٹ ویلیو بعد از 10 سال یا 5 سال چه قدر قیمه ارزش داره به چه قدر پولی فروخته میشه و تقسیم میکنی به چی یوزفل لایف به طور مثال اومدم یک چیز باز کنم کالکولیتر یک موترس ما رو گرفتم بیادر با چند گرفتم مثلا او رو ما گرفتم با 4000 ڈالر 3500 دلار گرفتم را 3500 دلار گرفتم این موتر که است به خاطر فکر کو به خاطر 6 سال چی میکنه خوب کار میکنه به خاطر 6 سال یوزفل لایف 6 سال است و بعد از 6 سال که است این به 500 دلار فروخته میشه کالبود زیر به 500 دلار پیش ما مردم میگیره خب اگر تو میخوای که سالانه دپریسیشن از زیر معلوم کنی از 3500 دلار منفی کو سکرپت ولی سکرپت ولی از چند بود 500 منفی میکنی باز تقسیم میکنی با چند یوزفل لایف چقدر است سالانه 500 دلار ارزش ای ارزش خود از دست میده نمیشه که مثلا در سال دوم توی را باز بویی که بیادر ایره با 6500 دلار ما میفروشم مثل افغانستان هر چه سرش تیر میشه قیمتش دیگه هم بالا میشه والله 200 دلار سر از این ما مصرف کردم 300 دلار دیگه نه او را در نظر میگیر مثلا چه رقم میکنی بعد از 3 سال قیمت از چقدر میشه صحیح است قیمت زیرا چند بود 3500 بود نه منفی کو 1500 روپیه بعد از 3 سال قیمت ازو به 2000 دلار پایین میشه اصولی این قسم است باز او که شما چه رقم میکنون کار خودتان است خب دیگه چیزا زیاد است اینجا گپ زیاد است سر از اون ما گپ نمیزنیم خب ما این کنسل میکنیم میایم در کویک بوکس که امی دپریسیشن چه قسم کار میکنن طریقه دپریسیشن که است یک جنسی که شما استهلاک میکنید در کویک بوکس دو طریقه مردم استفاده میکنن همیشه که شما یک کمپانی رو جور میکنین یک دان اکاونت فیکس اسیت جور میشه به نام اکیومولیت دپریسیشن معنی مجموعی دپریسیشن یک دهی سال که است چه جنس ما استهلاک شده و مجموعی از قیمت از چقدر شده و دیگه که است دپریسیشن اکسپنس میه سالانه که ما یک جنس دپریسییت میکنیم این دیگه جمع میشه صحیح شد ما دو طریقش کار میکنیم طریقه اولش چه رقم اصل که به نام دپریسیشن اکسپنس اکومولیت دپریسیشن چیز است اول است این هم است و او هم است مثلا این موتر است موتر کورلای 2018 رفتم در کالکولیتر از چه گرفتم این موتر که ما گرفتیم بچند گرفتیم یک لکو 50000 افغانی است هست نیست یک لکو 50000 افغانی یک لکو 50000 قیمت اصلی ازی بود وقتی که ما ایره جسم زیر سل کنم دیگه چیزای زیر سل کنم پیش خود تخمین کردم که اگر ما ایره بفروشم بعد از مثلا 10 سال که اصلا 10 سال قیمت ازو 50000 افغانی فقط امو جنس ازو امو کالبوت ازو فروخته میشه ای چیستا سکرپت ویلیو ازیستا یا سلویچ ویلیو ازیستا خب بعد ازو اگر تو میخواستی سالانه زیر معلوم کنی دپریسیشن چقدر جنس قیمت ازو کم بشه ازی ازش خود از اسم میتن تقسیم کو به سال چند سال است 10 سال 10000 سالانه ای موتر قیمت خود از دست میتن البته اگر ما ای را استفاده کنیم نه که مجھے قرار استاد باشه به خاطر دوباره فروش نه آلی مثلا ما چی میکنیم یک سال ما ای را استفاده کنیم یک سال ما استفاده کردیم سال گذشته میخوام که قیمت ازی باید کم شوی جان دو طریقه وجود داره یکی رقم است که جدا جدا اکاونت جور کن مثلا اکیومولیت دپریسیشن دیج است و دیج دپریسیشن اکسپنس دیج است دیگه طریقه شینمی است که زیر هر اکاونت مثلا فیکس اسیت که است یک دانه فیکس اسیت دیگه جور میشه نوشته میکنیم که accumulated depreciation باز در داش نوشته میکنیم که کورلای 2018 به مو شکل به دیگهش نوشته میکنیم accumulated depreciation کورلای 2019 بازی در کجا معلوم میشه در ریپورت که بیاین در کمپانی فاینانشل در اینجا در بلنس شیت در اینجا برای ما معلوم میشه خود یعنی اکیومولیت دپریسیشن که از فیکس اسید ما شما تایب شیست فیکس اسید است کی از ما فیکس اسید ما کم میشه زیر ازی که باشه مثلا یکونیم لگ رو پاس نی دازار کم شو برای ما میگه که ارزش ازی مکمل چقدر است این قدر است یک لکه چه لازم سال با سالی چی میشه کم میشه و در دیگه دنیا کس اما قسم اصول است اگر بیلدنگ است اگر مشینری است اگر ویکل است او را دپریسییت میکنه خب
حال چی میکنیم آمدیم در کجا در اینجا که هست ما جدا جدا کارم جور میکنم که صحیح معلوم شوه یا این طریقه هست دیگه شم کار میکنم آمدیم در کدام جای در کمبینوی کمپنی در میک جنرل جنرل انتریز در اینجا که آمدیم چی کار میکنم اینجا آمدیم میگم که بیدر در این سال که هست در این سال خب جدا جدا جور کنم خوب معلوم میشه در ارد نیو آمدیم گفتم یک دنه فکس سید اکاونت جور میکنیم صحیح است فکس سید اکاونت جور میکنیم کنتینیو بله بخاطر چی نام میتیم میگم که اکیومولیتد یا مکمل نوشته کو یا کم نوشته کو اکیومولیتد دیپریسیشن صحیح است دیپریسیشن بخاطر چی کورلا 2018 و اید سبکان رو چی انتخاب میکنم 2018 انتخاب میکنم بعد از او سیوین کلوز خب میگم که چی کار شد دیپریسیشن اکسپنس ما دیبیت شد اکسپنس ما چی شد زیاد شد دیپریسیشن اکسپنس در کجاست در پایین پایین دیپریسیشن اکسپنس ما چه قدر دیپریسیشن اکسپنس ما شد 10,000 افغانی و این جمع میشه چی کردیت شد اکیمولیت دیپریسیشن کرلای 2,000 نوشته میکنی که خب 10,000 افغانی صحیح is noted as depreciation expense expense for the year 2021 صحیح اینجا می رارد میکنم بعد از اون سیو این کلوز میکنم وقتی که سیو این کلوز کلک کریم ده این سال کو چه خدر depreciation expense چه خدر شده accumulate depreciation expense ده ازن قیمت از بچان پایین شده د اینجا بیا د ریپورت کومه د کمپنی فاینانشل د بیلانس شیټ سندر بیا د اینجا اول انتخاب کو د فکس اسټ بیا بری مو میګی تو یک فکس اسټ داری بنام شي کورلای 2018 صحیح است قیمت از چه قدر است 1,50,000 است یا نیست از این 10,000 افغانی شکه است به حیث اکومولیت دپریسیشن به خاطر سال 2018 چی شده 21 است ای کم شده قیمت از چه قدر است ټوټل کورلای این قیمتش 40,000 سال دیگه باز چی شد قیمت از او باز میگم دو میک جنرال جنرال انتریز باز میگم دیپریسیشن اکسپنس دیبیت چه قدر 10,000 هر سال باید اونو قدر شد و وای مکن اوتومات میمورایز ترانزیکشن ریکارد پیره صحیح است اوتومات سر رقم که گورم دم کلیر کو راش دل تا میمورایز ترانزیکشن چی شد اول ایره مال پیدا کو ایره که پیدا کری بنام میمورایز ترانزیکشن میخواستی که اتوماتیکلی انتری شوا صحیح است بله بنام چی نام میتی میگم دیپریسیشن داش اکسپنس صحیح شد و داش نوشته کو کورلا 2018 که معلوم شوا خب هاو آفن میگم انوالی صحیح شد نیکس سال چیست تا امسال ای خود امسالش هست نی خب نیکست سال 2022 است او را ما 21 چی کردیم اینجا میبینیم خب با 21 نه نیکست سال میتونید که شما چی کنین تغییر بدین 2023 را انتخاب کنین بازو را در نظر میگیرن خود چی میکنن دیپریسیت میکنن نمبر آف ریمینینگ ترانزکشن 10 سال است نه 10 سال که است یک سال شده 9 سال دیگه بچه ما او را ما در نظر گرفتم فکر کنم دیز ان ادوانس صفر اوکی کلیک میکنم انالی ایر سیف گفتم سیف که کلک کردی هر سال که میایه او نمو تاریخ خودش اتوماتیکلی انتر میشه ترانزیکشن اگر تو میگی نه ما از آل ترانزیکشن انتر میکنم بیا دینجا لیست دینجا بیا نه نه میمورایز ترانزیکشن لیست ایر کلک کو این امیر رایت کلک کو بطور مثال سال آمد انتر ترانزیکشن ایر کلک کو یس انتخاب کو یس که انتخاب کردی سیف این کلوز بگو یس آل بین شما ام دا چارت اف اکاونت برای ما نشان میده که قیمت از او بچند پایین شده 1,30,000 افغانی ام ده اینجا ده ریپورت برای ما نشان میده و اگر مصارفات تا ببین ده پروفیت اند لاس بیای ده اینجا برای ما میگه دیپریسیشن اکسپنس تو چه قدر است 20,000 افغانی اگر جنس دیگه باشه با مو شکل دیپریسیشن میشه آلی ای خود دیپریسیشن بود چه قسم کار میکنه میایم سری چی کار میکنیم میایم سری فیکس اسیت منیجر کار میکنیم ما یک فکس اسید از چارت اف اکاونت میتونستیم که جور کنیم که ریکارد کنیم دیگه همراه ما در اینجا در لیست یک کماند بود بنامه فکس اسید آیتم لیست چقدر فکس اسید که در کمپنی تست نامایش باید در اینجا درج کنیم
صحیح است. درج کی کردی چه قسم باز ایر ما گفته بودم چه قسم درج میشه در درس گذاشتم. ایر لینک میکنی با مو نام خودش اکانت خودش مثلا چی است کورلای 2019 است ایر با کورلای 2019 لینک میکنی. اینجا قیمتاش نوشته میکنی بچن به تو تمام میشه اون قیمتی که اونجا نوشته کردی. باز وقتی که ایر فروختی میشه که قیمتش مثلا این قیمتش چند بود؟ 1.5 لاک روپیه. چون دو سال بعد ما ایر فروختم 1 لاک اکسپنس کردی؟ نه اکسپنس نکردی. کدام تاریخ فروختی ایره تو تاریخش مشخص میکنی مثلا این تاریخ انتخاب کردیم صحیح شد میگم نه ایره نفروخت نمی پیش ما هست. خب حالی این لسته که جور کردی این لست کس مستقیم ارتباط داره با منیج فکس ایسیت با این کامان ای اصلا فکس ایسیت منیجر هستن. اگر تو میخواست او رو باز کنی بیاد اینجا در کمپنی سری فکس ایسیت منیجر کلیک کن. ایره که کلیک کردی اگر قبل تنظیم کردگی باشه خوب میای مستقیم باز میکنه سر کو starting fixed asset manager. این fixed asset manager کی جور شده با اساسی سیستمی خارج جور شده با سیستمی افغانستان جور نشده. خب اینجا میگه ما create new fixed asset manager client جور میکنم اوکی کلیک کردم. اینه که اوکی کلیک کردم بعد سوال هست پیش ما میکنم next انتخاب کو. خب این معلومات هست راجع به مو client مثلا نام client چیست الکوزیس کمپانی خود ماست سیتی و دیگه چیزایش بیگینینگ اف دی ایئر اند اف دی ایئر میگم ضروری گرفتم نیکس انتخاب کردم. ای فیکس اسید منیجر که تو استفاده میکنی با اساس چی استفاده میکنی با اساس استیت استفاده میکنی بوک استفاده میکنی ام دی ای سیستم که از کالج دا دا امریکا خصوصا می کوئک بوکس ورژن که ما استفاده میکنیم یو اس ورژن است با اساس زموستا ما ایرم غیر فعال میکنیم ایرم غیر فعال میکنیم ایرم فقط چی میمونم ادرا میمونم. اگر کلش انتخاب کنیم مشکل نداره هیچ مشکل نداره. باز فکس اسید تو که دیپریسییت میکنه با اساس استیت دیپریسییت میکنه با اساس بوگ دیپریسییت میکنه با اساس ام تی نیکس کلیک کردم. بعضی معلومات به خاطر فدرال سیستم کی هستن مثلا تنجیبل پراپرتی کی هستن دیگه تنجیبل پراپرتی چقدر فیصد او دیپریسییت میشه معلومات شیجه نوشته میکنم نیکس کلیک کردم. ایجا اسپیشل ما سوال میکنه هاو وود یو لایک تو the fixed asset item to be brought to in from QuickBooks. ما گفته بودیم که مستقیم لینک است با QuickBooks اما fixed asset list دیده که در QuickBooks است ایده که تو میخوای در fixed asset manager انتقال شوه چه قسم انتقال شوه automatically انتقال شوه automatically when QuickBooks fixed asset manager open وقتی که ایرم open میکنم automatically چیزی دیده که دو جاعت کردیم خودش ده اینجا بیا. باز بخاطر ازو بعضی اپشن هست both new and modify fixed asset. اگر یک دن از قبل است و یک دن ما نو اد کردیم دا قبل تغییرات آوردیم او هم دا ایجا بیا نو اد کردیم او هم دا ایجا بیا. اگر میگی نی فقط نیو فکس اسید بیا یعنی مودیفای میگیم نی ای اپشن خوب است و اگر میخوای من ولی تو را امپورت اکسپورت کنی دا ایجا بیا ری بازی گوست میگیم نی اینمی سی سیر انتخاب کرد نیکس. و بعد از او باز برای ما میگه که How would you like the asset information to be saved into the fixed asset item list in QuickBooks? Automatically when QuickBooks fixed asset manager is closed وقتی که تو می fixed asset manager چیز تغییرات میاری دیجه که تغییرات میاری در QuickBooks چه قسم برا automatically برا یا نه میگم بله automatically برا اگر منوالی انتخاب کردی باز مجبور است تو جا منوالی کار کنی میگم نه automatically برا نیکس کلیک کردم و finish کلیک کردم fixed asset manager ما چی شد باز شد آل سال که اون ریتا رو در کویک بوکس چیز ریتا که داریم او ریویو میکنن این بیخی یک پروگرامی جداست میبینین شما به خود مینو داره به خود کمان داره به او خاطر من برتان گفتم. خب من ایره اوکی کلیک کنم برای ما میگه asset synchronization log دو دانه فکس اسید چی شده ایجا آمد یکی شیسته کرلاسته و دیگه شیسته کرلای دازر اجداست اوکی کلیک کو ایده ایجا برای ما آمد یک information میتبه راجع بازو اینجا بیان این یک فکس اسید این ایستا و یک فکس اسید این ایستا. اگر میخواست مکمل معلومات راجع بازی بگید در اسید بیا مکمل معلومات چیزی دیتایلی که شما دو اونجا آرد کردین این ببین قصه را چقدر معلومات را دیجا این مینوار اصل که هم خب این بخاطر فکس اسید استفاده میشه اگر تو میخوای او را مدیریت کنی سعی حتی دیپریسیشنش هم برای ما نوشته کرده سلکو دیپریسیشنش که اگر تو میخوای با اساس فدرال چی کنی چقدر میشه با اساس ام تی سلکو میبینی جا با اساس بوک میخوای چی کنی کلش چه معلومات میده. خب شما پشت از ایش نگردین فکس اسید منیجر فکس اسید اگر تو دیپریسییت میکنی اونم بهترین طریقه است که ما برتون گفتم استریت لاین دیپریسییشن میتود که هستن
و د اینجه فقط معلومات شارت کو کی مثلا پرچیز نمبر ازی چیز تا وارنٹی ایکسپایریشن ڈیٹ اس چیز تا دیگه معلومات کلی شیجه چی میکنی اڈ میکنی و اٹومیٹیکلی با کوئک بکس لنک اس مثلا ما ایک فکس سیٹ ازو جه کلوز کن دیجه ڈیلیٹ کن دیجه ڈیلیٹ میشه قیمت ش تغییر بتم دیجه تغییرات میه و ایجا اگر تغییرات بیر ایم اٹومیٹیکلی سنکرونایز میشه د اونجه میره ای فکس سیٹ مانیجر بود کوئک بکس چه قسم کار میکنه البته این مستقیم لنک داره با چی با اینجا صحیح شد اینا به طور مثال ما یک چیز را تغییرات میارم در فیکس اسیت منیجر آمدم در دفعه دوم مستقیم باز میشه خب دفعه اول به خاطر اینکه سیتینگ میکنین مستقیم باز نمیشه این ریویو به خاطر اینکه میشه اگه چیز تغییرات آورده باشه در اینجا میه خب در اینجا ایره مثلا ما چی کردم اینی فیکس اسیت منیجر ایره رایت کلیک کردم ایدیت میگم در ایدیت که آمدم این نمبر از ایره نام از ایره چی کردم ایره نوشته کردم 2000 نوشته کردم به طور مثال تغییرات آوردم یا ناوردم آوردم نه تغییرات به مو شکل دیگه هر چیز تغییرات که شما بیارین مثلا به اینجا آمدم پرچیز اکسپایری ریت از ایره که است وارنتی اکسپایریشن انتخاب کردم 20 صحیح شد بعد از سیف گفتم سیف که کلک کردی این معلومات اتوماتیکلی دوجه چی میشه اپدیت میشه ایره کلوز کردم ایره که کلوز کردم سنکرونایز میشم رایزو سیوینگ اسید دیتا تو کوئک بکس در اونجا معلومات چی میکنن یه مسج هم برای ما میده که یک معلومات چی شد دو معلومات یک نام کرلا به 2000 تبدیل شد و دیگه وارنتی اکسپایری دیتش هم چی شد اوکی کلیک کردم حالی بین شما در اینجا در لیست بین فکس ایسید آیتم لیست بین در اینجا که آمدین ای را کلیک کنین کرلا 2000 شده نشده در اینجا آمده و اگه ای را کلیک کنی وارنتی اکسپایری دیتش هم چی شده 20 شده یعنی از اوجه واضحی چیز تفاوت نداره خب ما فکر نکنم که زیاد ضرورت شد که شما در فیکس اسیت منیجر بریم کل کار از همیشه انجام داده میتونم صحیح شد دیگه در کمپانی که هست همراه ما آخرین کماند که هست انتر ویکل مایلیج گفتیم پریپیر لیتر ان ویت انولپس اگر تو میخوای به بعضی مشتریات به وندرات به بعضی دیگر کارمندت یک تنکی لیتر یک چیز دیگر را جور کنی از جور را جور کردن میتونم مثلا در اینجا آمدم ما میخوام به کستومر خود یک لیتر جور کنم ایره کلیک کن ایره که کلیک کردی تو کدام تمپلیت داری یعنی امی تمپلیت ایدت میکنی کاپی شوه بگیم کاپی شوه کاپی رو که گفتی به تو یک کاپی جدا جور میکنه خب تو که میخوای این میلیتر جور کنی با اکتیف کستومر جور میکنی با این اکتیف یا با بود میگم نه با اکتیف با کستومر جاب میکنی یا با یک جاب مشخص میگم نه با کستومر با کدامش با تنها با محمد اسلام جور میکنی صحیح شد بعد از نیکس انتخاب کردیم نیکس که انتخاب کردی چه قسم لیتر جور میکنی با کستومرت کدام اپالوجی لیتر جور میکنی سرویس با وقت برش رای نکردی صحیح است یا برش لیتر روان میکنی که بیادر ما کریدیت اکسپ کریدیت اپ امی کریدیت کارت یا دیگه چیزا که توسط اپ که اسو اکسپ میشه او را ما چه میکنیم پیشی خود داریم او را اکسپ میکنیم یا بلینک کستومر لیتر یا هم امو تو عادی لیتر جور میکنی بعدا دو تغییرات میاری صحیح است با مشکلات چی که باشه ما اینجا ایل انتخاب کردم کستومر اپالوجی یک سرویس روان کرده بودیم به وقت نبود به خاطر اپالوجی لیتر جور میکنم اگر تو میگی نه ما خودم یک دنه از تمپلیت جور میکنم او را ایدت میکنم بازی را انتخاب کنم میگم نه اینی تیار جور کرده که تمپلیت اسی را میگیرم نیکس کلیک کردم خب انتر ا نیم اند تایتل ای لیتر که تو برای ازو روان میکنی خواست به نمایندگی دفتر خود روان میکنی نام تو چیست ما نام ما است مثلا نوشته کردم که عبدالسلام صافی وظیفه چیست نوشته کردم که سی او چیف اگزیکتیف آفیسر بعد از اون نیکس که کلیک کرده اتوماتیکلی برای ما چی میکنه یک لیتر جور میکنه پروگرام ورد باز میکنه برای ما دو حتی باز تغییرات هم خود تاورده میتن مشکل نیست بله ایدا اوکی کلیک کردم بعضی معلومات چیزها رو میگه کوئک بوکس میسنگ داره نیست یا انستال نیست یا زورش نرسید که بیاره میگه مشکل نیست اوکی کلیک کن اوکی که کلیک کردیم این اصل کو برای ما به نمایندگی کمپانی الکوزای کابل اینی ایریا کود است این تاریخ امروز گرفته ایجا ادرس اون کمپانی خودت است صحیح است دیر نام اون نفر ایجا بعض معلومات میسنگ سیرا پاک و دیر مستر محمد اسلام سرزاده نام مشتری ماست صحیح است I apology we want each person we do business with to walk away feeling satisfied and that apparently did not happen in your case please give us another chance
we want to make things right. یعنی چیز مشکل باوجود آمد. Sincerely با احترام این نامی مو رئیس کمپانی آمد پیشتر که نوشته کردم دل سلام صافی سی او کدام کمپانی است؟ از این کمپانی است. خا تقدیرنامه خو قصه خو جوړه ده دا نه سی ولټر ده تقدیرنامه مته ډیزاین کې یا کولډرا کې یا په فوټوشاپ کې صحیح ده هغه به ډیزاین کې مخایسته بارډر ورته دې تم بارډر ورکول شي مشکل نشته دی دل تراشه لیا هغه کې ډیزاین تراشه بارډر تور کا دیس کې راشه پیج بارډر واخل ورته خسته غست مړې اخلي کومبل شي اخلي هغه د خپل خوخه ده نو مثلا ما ورته دا بارډر واخسه اوکي مطلب ته بارډر دی خو هدف میده د تخطیطنامه خلی ډیزاین کوي دا یو لیټر دی خط دی چې هغه ته ورکې یا امپلوی ته یا هغه ته کسټمر ته وګوره دلته نور هم ډېر زیات دی پکې دلته راشه دا کینسل کړه دلته راشه دې کې وګوره د کمپنی ته چې راشي امپلوی ته غواړي لیټر ولیږي صحیح شو وینډر ته غواړي لیټر ولیږي مثلا امپلوی ته زه غواړم امپلوی ته اکټیو امپلوی کم امپلوی اجمل همدرد نیکسټ کلک کړه چی شي غواړي مثلا زه غواړم چې امپلوی برډے لپاره یو لیټر ته لیکم چې ورونه هپی برډے صحیح ده او نیکسټ کلک کړه نوم د داستان نوم د مخکې مشټ کړو پکې وظیفه د سی او ده نیکسټ لیټر ته جوړی منظم دا بلټ ان لیټر دی بیا موږ نیکسټ کلک کړو صحیح شو اگر ته دا غواړې پرنٹ کې په کوم فارمټ کې پرنٹ کې صحیح شو دا ځکه سایز دا فارمټ کې پرنٹ کې اوکے کلک کړو پرنٹ کې اوس ما سره پرنٹر چې کینسل می کلک کړو ٹھیک ما فایل اندر خلاص کړی درته وګوره ستاسو کمپنی نوم دی مارچ 15 اجمل همدرد دا د ادرس دی ښا اجمل همدرد زمونږ کارمن چلی صحیح شو ډیر اجمل هپی برډے صحیح شو پلیز اکسپټ مای بیسټ ویشز فور ټوډے ان د کمینګ ایئر آی آلسو وانټ ټو ټیک دیس اپورچونټی ټو ټانک یو فور بینګ سچ ا ویلیوډ ممبر اف دی ټیم وی اپریشیټ یور افورټس کنګریچولیشن اگین دا ستاسو نوم شو پکې وګورئ هپی برډے دا خو تعالی دته نام دا ټیکس کاپی کوس دا مته لیکل نسبت باندې کسان ته مشکلې کم کا سی هپی برډے دا واخله فیسبوک یو ته پیسټ کړ چې خوشاله شي ډیر پیسټ هغه د میسج ده کنه مثال نو په دغه شکل تاسو کولای شئ نور لیټر هم جوړ کړئ او زمونږ د نن ورځې درس